میشناسی؟ نه، بعد بشناسم. همکاری تو قاچاق دارو، آدم ربایی، پولشویی. وکیلتون تو تمام این موارد با اشتری همکاری کرده. اصلا باورم نمیشه این چیزایی که دارین در مورد فروغ میگین. من مامانت. مامانم من که مرده. الان مامان عقبا مامان منه. شما الان تصمیم بر فروش جدیه؟ هم جدی هم فوری. معلومه کجای این همه وقت؟ خونه مامانم اینا رو گیرته. امروز اصلا مامانم خطبه انعام داره، اینجا کلی مهمونه. پاشو بیا اینجا. مجگان سلطی رو از چی آزاد کرد؟ برای اینکه ایشون هنوز ارتباط خوبی به خانم خان بابایی دارن. یه چیزی پیدا کردیم تو وسایل تلما، یه حساب بانکی داشته توی سوئیس. یه بار 24 روز پیش، یه بارم 9 روز پیش از این حساب پول برداشت شده. به حساب کی ریختن؟ به یه حساب تو ترکیه به اسم مجگان سلطی. الو سلام خانم مجگان. خوشحالم میبینم اتون خانم. منم همینطور. فرصت نشد ازت تشکر کنم به خاطر کاری که برام کردی. من فقط کاریو کردم که شما گفتیم. شنیدم پژمان توی ترکیه زیاد روی کرده، احتمالا اذیت شدی. مشکلات زناشویی تو حل کن، اگه اونجا اتفاقی برات میافتاد خیلی بد میشد. مهم نیست، من فقط دخترم رو میخوام. پژمان گفت اگه این قضیه حل شه میتونن پریناز رو ببینن. پژمان گفت؟ آره، روزش گفت شما خواستین که چرا فکر تو روابط زناشوییتون من دخالتی دارم. این که پژمان چی گفته نمیدونم، نمیخوام بدونم. من فقط کمک میخوام. تنها کسی که میتونه دختر منو برگردونه خود شمایی. باور کنید من هیچ چیز دیگه ای نمیخوام، فقط دخترم رو برگردونه. من یه بار این کارو برات کردم، نکردم؟ من که همه زندگیمو از شما دارم. مشکان، نه من نه تو وقت زیادی نداریم برای این همه تعارف. هیچ چیزایی رو داریم به رو خودمون نمیاریم. تو میخوای نشون بدی که منو تو اتفاقایی که توی ترکیه برات افتاده مقصر نمیبینی؟ که میبینی. منم دارم وانمود میکنم تو همون مژگان سابقی برام که نیستی. من دیگه باید چی کار کنم؟ صادق باش. من توی این مدت چی به تو یاد دادم؟ هر تصمیمی یه انتخابه. تو بی نهایت انتخاب سر راهت داری. هر انتخابی که بکنی سختی ها و محبت های خودش رو داره. من همیشه فکر کردم تو بهترین نیروی من بودی. من هیچ وقت به شما خیانت نکردم. هر کاری که از من خواستی به بهترین شکلش انجام دادم. منتی نیست، اینم انتخاب تو بوده. میتونستی انتخاب کنی با بدهی هایی که شوهرت رو دستت گذاشته الان پشت میله های زندان باشی. میتونی انتخاب کنی با این همه امکاناتی که در این سالا به دست آوردی از اونا استفاده کنی. الانم دیر نشده، میتونی از اینجا که رفتی برگردی تو زندگی قبلیت. منم به دوستان میسپرم حسابداری چیزی اگه خواستن تو رو استخدام کنن. پریناز رو چیکار کنم؟ پس مشکل تو پرینازه. من بدون بچه‌م دارم دق میکنم. به هم بگو تلما کجاست.
جانم راهله، چی شد؟ زویا جان، طبق چیزایی که من اینجا پیدا کردم، اون زمین تنها مبادله بین پدر و شما آقای بهرام زیایی نیست. یه چند فقره واریزی که اون آقا به حساب پدرتون انجام داده که صفرش خیلی زیاده. خب الان اگه ندونیم این پولش چی شده به چه دردمون میخوره؟ ببین زویا، جالبیش اینجاست که اون زمین برای یه کمپانی خارجی خریداری شده، یعنی یه شرکتی که امکان خرید زمین تو ایرانو نداشته، ولی 3 ماه دیگه هم بعد این زمین رو واگذار بشه. یعنی چی؟ یعنی زمینم پرید؟ نه زویا جون، نه پریده. خبر خوبش اینجاست که بعد از واگذاری زمین، اون شرکت علاوه بر پول زمین، طبق قراردادی که اینجا من دارم میبینم، اون 15 میلیون دلار هم بعد بهتون پس بده. جدی میگی؟ آره، بیا ببین اینا. وای روحله، دمت گرم، باورم نمیشه. برم برات یه قهوه بیارم، خستگی در بیاد. دست درد نکنه. الو، سلام. بله. سلام آقای دکتر. لطفه حاضر باشین نیم ساعت دیگه میرسم خدمت شما، شرکت باید بریم یه جایی با هم. فقط ببین باید زود برگردیم، ما تحقیق بنویسم، دیر نشه. آماده باشید نیم ساعت دیگه خدمت شما. میبینمتون، خدا نگهدار. الو. استاد که مزار قدیمیه، حالا چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ آره، این قبر رو مادر بزرگم برای خودش خرید. بعد تو خانواده صحبت شد که طبق وصیتش ببرن قوم دفنش کنه. اینه که این خالی مون. یه وقت دلم تنگ میشد میومدم اینجا، مثلا با تلمو درد دل میکردم. آقای دکتر، شما هنوز همسر سابقتون دوست دارین؟ بازجویی میکنین دیگه راجع به عشق آدم ها؟ نه، فقط یه سوال کنجکاوانه بود. شما معمولا سوال کنجکاوانه نمیپرسین، یه دلیلی دارین براش، درسته؟ میخوام بدونم هنوز عاشقشین؟ الان حقیقتش دیگه بیشتر اولویتم ارغوانه، اونم اولویتش منه. به میرسه، به سوام میرسه، ولی فکر تلما از سرم بیرون نمیره. حال خودم رو اذیت میکنه، طبیعتا اونا رو ممید. حالا برای چی این سوال پرسیدین؟ اگه بشنوید که خانم حدادی زندن، چالی میشه؟ شوکه میشم. چطور؟ شما سوالی رو بی خود نمیپرسین؟ راستش یه سری احتمالات هست، البته قطعیت نیست، که ما فکر میکنیم که خانم حدادی زندن.
ربهم الا کانو انها معرضین فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانو بهی یستهزئون الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشعنا من بعدهم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک فی کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لغزی الامر ثم لا ينظرون. خسته هیچ معلومه تو کجایی؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ یه زنگ به من میزدی حداقل مشگان نمیدونی من چقدر فکر و خیال کردم. نمیتونستم تلما، نمیتونستم حرف بزنم، نمیدونم اون پژمان بیشرف چه بلاهایی سر من آورد تو ترکیه. چرا چیکار کرد؟ پژمانم آدم خانومه، اینو منم نمیدونستم. منو به بهونه دیدن پریناز کشوند اونجا که جوری کلکمو بکنن. یعنی چی؟ یعنی میخواستم بکشنت؟ نه کشتن که نه، خب اگه میخواستم بکشنم همینجا برشون راحت تر بود. میخواستن یه کاری کنن مجبور شم هرچی ازم میخوان انجام بدن. بهم احتیاج داشتن. کیا؟ پژمان و خانوم. من اصلا نمیفهمم چی میگی مژگان. ببین وقتی رسیدم ترکیه با پژمان رفتیم هتل، بعد هی منتظر بودم که پریناز بیاد، میگفت الان میرسه، یه ساعت دیگه میرسه. انقدر منتظر موندم دیوونه شدم، کلی مواد جاساز کرده بود تو اتاق، زنگ زد پلیس. وای مژگان، شانس آوردم قبل اینکه پلیس ها برسن یه جوری از شهر مواد خلاص شدم. بعد اومدم فرار کنم برم، رسید بالا سرم، منو برد یه جا زندونیم کرد. آخه چی میخواستن ازت؟ میخواستن از من به عنوان یه پوشش برای گهنکاریاشون استفاده کنن. خیلی هم دنبال تو بودن. ببین تلما، اونا میخوان هر جور شده یه خبری از تو بگیرن. نه نگران نباش، من نه چیزی بهشون گفتم نه میخوام بگم، ولی ترسیدم تل، خیلی هم ترسیدم. پرینازم پیششونه. ببخش منو مشکن، نزن این حرفو، تو که میدونی چقدر برام عزیزی، تو مثل خواهرمی، بابا هم بزرگ شدیم. به خدا قسم اگه فقط پای خودم وسط بود جونم برات میدادم. میدونی که دروغ نمیگم،
ولی چی کار کنم پای بچه هم وسطه؟ تو بگو چی کار کنم تو؟ مشکان جان یه لحظه بیا. چه باشی من؟ سلام علیکم، خوش اومدین، خسته نباشین. چه عروسکی که خوشگلی، این از کجا آوردی قربونت برم؟ من ارغوان بسن گرفتم. اصلا درد نکنه، بازم تو زحمت. نه خواهش میکنم، امیرعلی هست؟ آره مادر، بالاست. میتونم چند لحظه ببینمش؟ چرا که نه؟ فعلا برو قربونت. بابا نشون بده. باشه، بابا میاد پایین بهش نشون بده. سلام. سلام، خوبی؟ پس چرا اینقدر دیر کردی بابا؟ خیلی ترافیک بود. بیا ببین چی شده، یه خبر مهم دارم برات. اتفاقا منم یه خبری برات دارم، بشین. ولی این خیلی مهمه. گوش بده، یه خانومی پا شده رفته مهد کودک سبا، بهش گفته من مامانتم، یه عروسکم بهش داده. فردا حتما باید بریم دوربینای مهد رو چک کنیم ببینیم این زن کی بوده. میگم نکنه مربوط به اون قضیه سرقت باشه. نه؟ چه عجی، آخه شاه میریم خبر دادی سر نخواهی داره، میگه تلما زنده هست، همه یه مدت بازیمون بوده. تنما زنده است، هممونو بازی میداده، بعد نه سراغی از تو گرفته این همه مدت، نه سراغی از بچهش. تو واقعا این حرفا رو باور میکنی؟ چه میدونم هیچ شده. حالا برای چی اینو به من گفتی؟ یکی بگیرم اینجاست تو کسی رو ندارم، توقع دارم تو کمکم کنید. تو واقعا به من فکر میکنی؟ یعنی چی الان؟ خوشحالی الان؟ چی میگی ارغوان؟ خوشحالی دیگه، فهمیدی زنت زنده است، به هر حال مادر بچته، زندگیتون رو شروع میکنین. یه چرا ادای آدمای ناراحت رو در میاری؟ خوشحال باش، خودت باش. میگی چرا دیگه برای خودت میبری میدوزی؟ ارغوان وایسا یه لحظه بینم. ارغوان بگو برای چی اینجوری میکنی؟ من دارم بهت میگم تو این موقعیت بهت احتیاج دارم، وقت تو این علاقه رو در میاری؟ میشه خواهش کنم تو یه کمکی به من بکنی؟ چه کمکی؟ میخوام فراموشت کنم امیرعلی، نه مطب بیا نه خونمون، نه دیگه بهم زنگ بزن. باشه؟ پس دوست داشتن من چی؟ من دوستت دارم. تو هیچ کس رو دوست نداری جز خودت. ارغوان، ارغوان زنمو با من کاری ندارین، من دارم میرم. کجا حالا به این زودی؟ امیرعلی چشم بود؟ چی قربونت برم. سبا من دارم میرم عزیزم. نه 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 من مگه قرار نمیخواستم کتاب داستان بخونی؟ میام میخونم با اجازتون، کاری نداری؟ آخه چی شد یهایی؟ تازه میخواستم زنگ بزنم مامانتم بیاد اینجا. ولی سر فرصت مزاحم میشی. خدا سلام برسون. نه 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 کجا میری؟ من میخوام.
آقای دکتر. سلام. سلام آقای جامیری، خسته نباشین. زنگ زدم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. امروز که ارغوان رفته بوده دنبال سبا تو مهد، مسئول مهد بهش گفته که یه خانومی اومده اونجا، به سبا گفته من مامانتم. خلاصه هم ما رو به هم ریخته، هم بچه رو. شما خودتون دوربین رو چک نکردین؟ خواستم ببینم بهتون اطلاع بدم. خب باش، من کار انجام میدم براتون، بهتون خبر میدم. شاید یه سر نخی بشه از توش در اومد. ممنون. قربانش. خدافظ. احسان جان یه دقیقه بیا اتاق من. خانم تلما تا 8 ماه پیش سوئد زندگی میکرده. یکی از بچه‌هایی که اونجاست به اسم فرزانه چند وقت پیش میره برای مراقبت از یه پیرزن. ظاهران پیرزنه خیلی اصرار داشته که پرستار ایرانی میخواد، با اینکه تو شهر اونش ایرانی زندگی نمیکنه. ماجرا از این قرار بوده که تلما چند وقتی مستاجر این پیرزنه بوده و رابطه خیلی خوبی با هم داشتن. از طرفی به فرزانه هم خیلی اصرار میکنه که هر جوری شده تلما رو بر من پیدا کنه و بهش بگو تا هر وقت که بخواد میتونه تو خونه من زندگی کنه بدون اینکه مجبور باشه هیچ پولی پرداخت کنه. از کجا معلوم این دختر همون تلماییه که ما میگیم؟ خانم پیرزنه عکس دو نفره خودش و تلما رو قاب کرده زده دیوار. دختر عکس رو برام فرستاد، خود تلماست، شک نداره. خانم دکتر چی شد؟ من پرسیدم، گفتن این هفته دوربینا خراب بوده، هیچ چیز ضبط نکرده. یعنی چی ضبط نکرده خانم؟ اگه یه اتفاقی یا یه مشکلی برای یکی از بچه‌ها پیش بیاد چی؟ کاملا حق با شماست، ولی گفتن هفته دیگه درست میشه. بازم شرمنده. خدافظ. خدافظ. چی شد؟ دوربینای مهد خرابن، تصویری ندارم. چند تا خیابون اون طرف ترم چک کردم، چیزی پیدا نکردم. همسایه مهد جلوی درش دوربین داره که نشون میده یه زن اونجا چند دقیقه وایساده و گریه کرده. من عکس اونو با عکس صرافی رو تطبیق دادم، به نظر میرسه خودش. تلما حد دادی. تلما حد دادی. الو سلام آقای شامیری، من مژگان سلطی هستم، باید ببینم اتون. الو الو مشکان تویی؟ کجایی تو دختر؟ آره بگو میام. آره میدونم کجاست. چی بیارم؟ آره باشه قربانت تو خدا هست. مشگان کجایی تو دختر؟ گفتم حتما سرتو کردن زیر آب، نگرانت شدم. قربونت برم، خیلی مفصل انقدر برم سر اومده که سیم کارتن رو بردی؟ آره من اینو داشتم که سیم کارت انداختم توش رو بردم.
موشگا من بعد عبر داروخونه اومدن جای تو و همه اینا برای توضیحات باید اصلا مهم نیست. الان خیلی کار واجب تری داریم. خواهی چی کار کنی؟ ببین کلی اتفاقای عجیب غریب برای من افتاده تو این مدت. الان وقت نیست بهت بگم، فقط میخوام تو اینو بدونی که من دارم میرم پیش پلیس. میخوام همه چی رو بهشون بگم. چی میگی تو؟ میدونی چی کار میکنی؟ اگه خانوم بفهمه چاره ندارم پروانه. نباید بذاری خانوم بفهمه. تو فقط برام دعا کن. هر کاری میتونستم کنم بهت بگو. خب سلام آقای دکتر. سلام بابا. جواب بله بله آقای دکتر، باز رفتین داروخانه؟ آره رفتم داروخانه، خوب کاری هم کردم رفتم داروخانه. بازم میرم. چیکار میخوای بکنی؟ بیای منو بگیری بیا شرکتم، تشریف بیارید. باریکلا. دیگه چی؟ دیگه چی نداره دیگه، وقتی شما هیچی به آدم نمیگی، هیچ هماهنگی نمیکنی، همینه دیگه. مثلا برای چی باید به شما توضیح بدیم آقای دکتر؟ یه تیم داره رو پرونده شما کار میکنه. مسئولیت امنیت جانی شما به عهده من و تیممه. با این کاری که شما انجام میدید تو روند پرونده اخلال ایجاد میکنین. من باید یه چیزایی به شما توضیح بدم. اینکه مثلا راجب تلما حرف بزنیم یا راجب وکیل خانم خانبابایی صحبت کنیم یا به من توضیح بدید چی شد که مسیر پرونده را از سمت خانم خانبابایی فرسته سمت اشتری، یا توضیح بدید که چی شد اشتری رو کشتن. من که نمیدونستم قرار اشتری کشته بشه. به تو نگفته بودن؟ جز برنامه‌شون نبوده؟ من واقعا خبر نداشتم. خانم سهولتی، دونستن یا ندونستن شما برای قانون هیچ فرق نمیکنه. شما رو به سمت آدمی هدایت کردید که الان کشته شده. پای شما هم گیره. خودشون دیدن که هم تو ترکیه هم تو ایران اونا قصد جون منو کردن. من هم بچه‌م دستم هست، مجبورم باشون همکاری کنم. یادم شما گفتین اگه کسی واقعا کمک بخواد بهش کمک بکن. من هم ازتون کمک بخوام. من اومدم اینجا که باهاتون همکاری کنم. واقعا میخوام همکاری کنم. اصلا تو شرایطی نیستید بخواد شرط شروط بذارید. ما من از کافی علیه شما مدرک داریم که بخوایم تحویلتون بدیم. باشه اشکالی نداره، تحویلم بدیم، بازداشتم کنیم، هر کاری که لازمه انجام بدیم. فقط من نگران دخترم، از اصلا بخواهم مراقبش باشید. من نمیخوام بلایی که سر من آورد از سر بچم بیارن. حتی دیگه نمیخوام پیشم باشه، فقط میخوام سالم باشه. سرتون چیه؟ اصلا اون مردی که اعتماد ندارم با این بلایی که تو ترکیه سر من آورده. ببینید من الان توی شرایطی هم که دیگه هیچی برام فرقی نمی کنم. یه کاری کردم که باید تاوانشو بدم. حاضرم محکوم بشم، بازداشت بشم، حاضرم تا آخر عمرم تو زندان بمونم.
بفرمایید. پس تکنیکایی که بهتون گفتم رو انجام بدین تا جلسه بعد راجبش صحبت کنیم. چشمت من. خیلی بهترم این روزا به لطف شما من واقعا. خدا رو شکر. خیلی ممنونم ازتون. با اجازهت. خانم سرلی بفرمایید نوبت شماست. بخشید من چند لحظه برم داخل در بیارم. ببخشید. چند لحظه منتظر میشید. آرام. سلام. کی به تو اجازه داد بیای تو؟ ازت خواهش میکنم. من بهت نگفتم دیگه سراغ من نیا؟ آرام تو چرا اینجوری میکنی؟ تو با مریضای خودت صحبت میکنی، بهشون میگی آرامش داشته باشین، صبر داشته باشین، گفتگو کنین، بعد به خودت میرسه چرا اینجوری به هم میریزی، قاطی میکنی؟ بابا من که حرفی نزدم، من یک کلمه بهت گفتم. میگن یه نشونه هایی از زنده بودن تلما هست. مگه من چی گفتم؟ تو نذاشت من ادامه حرفمو حتی بزنم. من میگم من انتخابمو کردم، تلما اگه زنده هم باشه من میخوام با شما زندگی کنم، میخوام با تو زندگی بسازم. آخه بذار منم حرفامو بزنم. بدهکارم شدم. عقبان جان این وسط نه کسی بدهکار نه کسی طلبکار. من میگم یه وقت مشکلی بینمون پیش میاد یه جوری برخورد کنیم تبدیل به سوء تفاهم نشه، خودمون حلش کنیم. سوء تفاهم نیست عزیز من، مشکل اینه که ما نصف وسیله هامون رو رفتیم چیدیم خونه و تو هر روز با یه خبر جدید میای. من هر روز دارم شوک میشم از دست تو. تو تکلیفت با خودت روشن نیست امیرعلی، بپذیر اینو. تکلیف من روشنه، ما سر موعد مقررش که تصمیم گرفتیم میریم سر زندگیمون. ارغوان جان من الان ذهنم درگیره، مشوشه، میفهمی؟ نمیدونم باید چی کار کنم. صبح بیدار شدم ببینم جلو داروخانه مژگان سر در آوردم، با شاه میری دعوام شده که میگه چرا رفتی اونجا. حالا به اون نتونستم بگم، به تو که میتونم بگم. من اومدم خواهش کنم زودتر با هم بریم سر زندگیمون، اقلا من از یه طرف خیالم راحت شه. تو میخوای با من ازدواج کنی که خیالت راحت بشه؟ متاسفم برات، اینجوری هم در حق خودت بد میکنی هم من. ما به کنار، اون بچه چه گناهی کرده؟ میدونی چه آسیبی به سبا میزنی؟ ببین ارغوان، باز داره سوء تفاهم برای خودت درست میکنی. نه من اینو نگفتم که ما زودتر ازدواج کنیم که من تلما رو فراموش کنم. نه، اینکه تلما کجا بود، چه اتفاقی براش افتاد، اینا برام مهم نیست. اگر میبینی اینقدر برای من جذاب خوشحال شدم، فقط برای که میتونم ببینمش، ازش بپرسم چرا این کارو با ما کردی. ارغوان رابطه من و تلما دیگه به حالت سابق بر نمیگرده، خیالت راحت. تو دختر خوبی هستی، من تو رو برای زندگیم انتخاب کردم، ازت هم خواهش میکنم بیا زودتر بریم سر زندگیمون. باشه؟ جونم خانم با من امری داشتین؟ این پسر امیرعلی چی کار داشت؟ کار خاصی نداشت، اومده بود دنبال مژگان، فقط گفت مسئله مرگ و زندگیه. اون دنبال مژگان نیومده، یه چیز دیگه میخواد. اگه دوباره اومد داروخونه چی بگم بهش؟ گفتم یه بار دیگه بیای زنگ میزنم پلیس. نه اشتباه کردی، بذار بیاد، ازش بپرس ببین چی میخواد. به این میتونی زیر زبونشو بکشی؟ باشه چشم. الانم برو، میخوام با فروخ حرف بزنم. سلام خانم. این پسر امیرعلی دوباره رفته سراغ مژگان در داروخانه. واقعا؟ دوباره اومده؟ خانم
خانم این پسره میتونه برامون درد سر درست کنه. داره با پلیس همکاری میکنه. نه با ما کاری نداره. دنبال تلما زنش. اما باز وضعیت خطرناکه. نباید میذاشتیم مشگان برگرده ایران. باید این ماجرا رو همونجا تمومش میکردیم. ماجرای اشتری رو هم خیلی راحت تر میشد بازش کرد. مشگان کاری نمیکنه. تا بچه‌ش هست. بله خانم. حق با شماست. مسئله اصلی امیرعلیه. میخواین حلش کنم؟ میتونم تا نیم ساعت دیگه راه بیفتم برگردم تهران. نه میخوام برگردی کردن. کردن باشی بهتره. به منم نزدیک تری. اما خواستم میای. فقط خیلی حواستو جمع کن. چشم خانم حتما. بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی بعد حواست باشه. بله. شما نگران نباشید. دلم نمی تپد مرا غمی شکنجه می دهد از این فراق بریده شدم آنم چو موج غم به من هرس مزند ساحلت مرا چو پس مزند چو قایقی شکست باده بانم خود جدا پشکنم بس بی صدا خدا کند از خود به خدایم خدا کند این بی همگان به سر کند اندوه زمان در این خزان گم گشته کجایم شکستم پرندگی به دور از آشیانم ورق ورق خزان گردم رمق رمق زجان گرفتم چو دردیم کلای استخانم Sun.